بسیار خوب، سپاسگزارم. بریم سراغ ایمیل بعدی. ایشون نوشتن که سوالاتی در ذهنم به وجود اومده. من الان 26 سالمه، دانشجوی ارشد هستم. مدت 3 سال و نیم با آقایی که 5 سال از من بزرگتره و از همکلاسی های دوره کارشناسیمه رابطه دوستی داشتم که البته نهایتا در رابطه دست همو می گرفتیم و رابطه من طوری بود که برادرای ایشون یا خواهر برادر منم ازش با اطلاع بودند. الان ایشون با خانوادهشون اومدن خواستگاری و در شرف جدی کردن این رابطه هستیم. از نظر خیلی ها ما با هم تفاهم داریم، ولی یه سری تفاوت های فرهنگی داریم، چون من از ناحیه شمال ایران هستم و ایشون از ناحیه غرب ایران، و اینه که اینو منو میترسونه. مثلا ایشون روی حجاب روسری تاکید داره، ولی من تو خانواده بزرگ شدم که روسری اصلا نداشتیم، یا مراسم عروسی همسر من یا همسر آینده من جداست، ولی برای ما خب قاطی هست به قول معروف. از طرف همیشه درس خواندن در زندگی من در اولویت بوده، هرچند این آقا هم منو تشویق کرده و همیشه به هم گفته که درس خوندن یک سرمایه گذاری بلند مدته، اما راستش این چیزای کوچیک منو نگران کرده. البته من یه آدم انعطاف پذیر هستم، با شرایط میتونم خودم رو وفق بدم. به نظر شما چه تدبیر و راهکار عاقلانه‌ای من دارم؟ به بدن مورد لطف بفرمایید در تو با همین مسئله اختلاف فرهنگی و یا اختلاف خورده فرهنگی اگر بشه گفت، یه مقدار توضیح بفرمایید. آقای بوران گفتن چند سالشونه؟ 26 سالشونه. و اون آقا؟ و ایشون 5 سال بزرگترن، ایشون 31 سال هست. بعد چه مدتی هم دیگر میشناسن؟ 3 سال و نیم. 3 سال و نیم. حالا 3 سال و نیم کم نیست برای یه رابطه که میشناسن هم دیگر رو. و این عزیز نوشته که من انعطاف پذیر هستم. اگه واقعا انعطاف پذیری واقعی بود، نباید الان براشون سوال پیش می اومد که اون عزیزشون گفتن که باید حجابش رو رعایت بکنه. یه مسئله هست، فرهنگ مسئله بسیار جدی و مهمی آقای برمن. به نظر من شمالیا خیلی راحت ترن، خیلی راحت تر کنار میان با خیلی از مسائل، ولی نوشتن از غرب. آیا منظورشون ترک رضایی است یا کرد؟ نه، منظورشون لرستان هست. لرستان، آها، دیگه خیلی مهم بود. خب به نظر من این مسئله خیلی جدیه. مسئله فرهنگ لورها یه فرهنگی متفاوت تریه از فرهنگ شمالی ها، و اگر این مسئله تفاوت فرهنگ ها رو دقت نکنن الان، ممکنه که بعدها این انعطاف پذیری ایشون هم هی هر روز کمرنگتر و کمرنگتر بشه و کارو به جای خیلی باریکتر و پشیمانی برسونه. اینی که با درس کاری نداریم خب خیلی خوب، ولی مسئله اینجاست که خیلی وقتا ما شعار میشنویم. ما به جای شعور بیشتر شعار داریم دیگه. متاسفانه منظور من این آقا نیستش، به طور کلی الان صحبت میکنم. قبل از ازدواجمون چه آقا و چه خانوم، ما از نظر فرهنگی دارم میگم، ما شرقی ها یا مخصوصا خود ما ایرانی ها، ما قبل از ازدواجمون خیلی شعار میدیم، خیلی روشن فکری از خودمون نشون میدیم، یه تیکای کوچولوی گیرا رو میاریم وسط، ولی تا طرف مقابل میبینیم که مخالفت میکنه میگیم باشه، اب نداره، هیچ اشکالی نداره. کوشش میکنیم تفاوت ها رو نبینیم، کوشش میکنیم ایشیا و مشکلات رو نبینیم، هی سعی میکنیم با دیده مثبت گرایی بیش از حد غیر واقعی و غیر منطقی نگاه کنیم به قضايا، و اینکه برعکسیم، اونوری میریم با یه ذره بینای شش برابر خودمون حرکت میکنیم، همه چی رو گنده تر میبینیم و باز واقع بینانه نگاه نمیکنیم به قضیه. فرهنگ لور و فرهنگ شمالی کاملا با هم متفاوته، خیلی زیاد با هم تفاوت دارن، خیلی زیاد. گول نباید خودمون اصلا نباید بزنیم، نه اون آقا باید خودشو گول بزنه و نه این خانوم باید خودشو گول بزنه. اینه که خودش یه چیز دیگه از خودش روشن فکره به درصد بسیار کمی از ما انسانها. اگر واقعا رو خودمون و ضعف‌ها و همون کودک درونمون کار کردیم و یه دوباره سازی شخصیتی کردیم، درست این حرف درسته که خودش فرق میکنه.
ولی اصولا ما این کارو نکردیم. ما خودمونم خودفریبیم با خودمون. اگه یه چارت کلاسمون بالاتر میره، سوادمون یه مقدار بالاتر میره، خودمونم خودمونو گول میزنیم، فریب میدیم، خودمونم فکر میکنیم به اصطلاح خیلی روشن فکر شدیم. ولی به محض اینکه، حالا چه خانم چه آقا، ولی به محض اینکه وارد زندگی زناشوییمون میشیم، همون تعصبای فرهنگی دفعه شدیدن گل که چه ارز کنم خار میشه میاد بالا و میتونه باعث اختلافات خیلی شدید و یا بدبینی های خیلی شدید بشه. من فکر میکنم در مورد این کیس بهتره که این عزیز بیشتر تحقیق کنه در مورد فرهنگ لورها و فرهنگ این خانواده، برای اینکه حالا شمالی های فرهنگ، کرد های فرهنگ، لور های فرهنگ، ولی هر خانواده هم فرهنگ خاص خودشو داره و بشینن واقعا صادقانه تر. 3.5 سال من نمیدونم اینا چقدر همدیگر رو شناختن، چقدر هنوز نشناختن همدیگر رو. و به صرف فقط ازدواج ما نباید ازدواج بکنیم، به صرف اینکه کیس خوبیه، دختر خوبیه، پسر خوبیه نباید ازدواج بکنیم. اینه که دیگران میگن چقدر این پکیج خوبی هست یا نیست. مهم اینه که من و تو میخوایم تو اون زندگی با هم دیگه زندگی کنیم و یار و همسر هم دیگه بشیم و پدر و مادر نسل بعدیمون بشیم. آیا این تعصبات فرهنگی و این اختلافات و تفاوت‌های فرهنگی در آینده ممکنه برای من و تو مشکل ایجاد بکنه؟ چون آقای برومند بسیار زیاد مشکل ایجاد میکنه. اکثر مشاوره های زناشویی من و خانوادگی من اصل و ریشه قضیهش همین مسئله فرهنگی و تفاوت فرهنگی هست. اینه که من اگه جای ایشون باشم بیشتر صبر میکنم، بیشتر کوشش میکنم، تأمل میکنم و کوشش میکنم برای شناخت بهتر فرهنگ کردها و لورها بخشین و همچنین شناخت در مورد فرهنگ خودم، تفاوت‌های فرهنگی و بعد تفاوت‌های فرهنگ خانوادگی من و تو، اینا رو همه رو بنویسیم، هر دوتاتون بنویسین اوکی تفاوت فرهنگ‌های ما چیه، بعد حالا تو این تفاوت فرهنگ ها من و تو چه فرهنگی داریم واقعی و حقیقی، نه مالکشی. من تو این لیست این فرهنگایی که جز مثلا فرهنگ شمالی هاست و یا فرهنگ لور هاست، توی لور کدوم یکی از این بولت پوینت ها فرهنگ شخصی تو هم هست، کدوم یکیش فرهنگ شخصی منم هست، و بعد حالا کجاش من شمالی با این فرهنگ شخصی و فرهنگ عامی تو مشکل دارم و اونم همینطور کجا من با فرهنگ شمالی تو و فرهنگ شخصی خانوادگی تو مشکل دارم، اینا رو باز کنم، قشنگ با هم دیگه باز بکنن و بعد نگوشیت و گفتمان بکنن در موردش که آیا امکان کامپرومایز کردن و یا پذیرفتن و کنار اومدن واقعی و نه کاذب امکانش هست و یا نه فردا ممکنه که من مشکلات پیچیده تری برام به وجود بیاد، عقده های متفاوت برام به وجود بیاد. اگر این کارا رو بکنن دوتایی صادقانه، اون وقت به که خب لااقل با درایت بیشتر، آگاهی بیشتر، فردام یکی نمیتونه بگید تو گفتی نخر، تو گفتی اب نداره، تو گفتی من انفتاف پذیرم، این دعوه ها هم دیگه به وجود به پیش نمیاد، چون هر دو دیگه به مثل دو تا انسان بالغ متوجه شدیم که کی رو کیستیم و آیا مناسب هم دیگه هستیم یا نیستیم. بله کاملا درست همونطور که شما اشاره کردید، خانواده های مختلف خورده فرهنگ های متفاوتی دارند و اینها میتونه بسیار تأثیر گذار باشه برای اینکه آیا یک ازدواج زیاد آقای برومند خیلی زیاد. بعضی وقتا ممکنه پسرم و دخترم و هستن اختلاف خانوادگی دارن در صورتی که زن پسرم شده، پسر خالش شده. وای به حال فرهنگ متفاوت تر از اون باشه، خیلی باید مراقب باشیم. بله